برای ارزیابی دیدار ایران و آمریکا با دکتر ایرج احرابی فرد هستیم. دکتر ایرج احرابی فرد عضو تالار مشاهیر والیبال آمریکا و مربی دانشمند سال، مربی قرن لیگ اول میزوری که 7 ایالت هستن و سرمربی سابق تیم ملی جوانان آمریکا بانوان. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و تیم برنامه. خوشحالم که دعوت هم کردید و درود به تمام بینندگان شما. پیش از هر چیز به حال تیم ایران رو شما از نزدیک دیدید، سالها در آمریکا تیم‌های مختلف آمریکا رو، رده‌های مختلف بانوان و آقایون رو آنالیز کردید در زمان‌های متفاوت در دهه‌های گذشته. پیشرفت والیبال ایران رو چگونه دیدید؟ اولا من باید به تمام جامعه ورزش والیبال ایران، به خانواده والیبال ایران تبریک بگم، برای اینکه شما می‌بینید والیبالیستی که در سطح ملی عرض اندام می‌کنه حتما در سطح‌های پایین مربیان مختلف داشته و تعداد زیادی برای ایشون زحمت کشیدن. به هر حال تبریک فراوان دارم برای اینکه این کاری که در این مسابقات لیگ جهانی انجام دادن به وسیله هیچ ورزش تیمی ایران در دنیا انجام نشده بود. این اولین تیمی است که در سطح جهان، ما انفرادی داشتیم ولی کن تیمی هیچ نداشتیم، و این تبریک فراوان داره برای تمام ایرانیان در هر جای دنیا به خودشون غرور کنن و به این جوانان ورزیده و درخشان ما ارزش بدن. به هر حال بازی بود دیشب، من اینو یک شطرنج مسابقاتی میدونم، برای اینکه بازی تدارکاتی بود و تیم آمریکا فقط دو تا از آدمای فیکسش گذاشته بود و یه نفر دیگه که در المپیک بازی کرده بود ولی کن روی نیمکت بود میشینه اونم گذاشته بودش، و تیم ایران هم در حدود 3 نفر از بازیکن اصلیش گذاشته بود. درست. مسیر بازی با آغاز با برتری تیم ایران شروع شد تا شماره های 19 18 18، تیم ایران همیشه پیشی داشت و با یه انرژی خیلی مثبتی وارد شد. من از دفاع روتور آمریکا خیلی به اصطلاح مایوس شدم و یکی از کارهای زیادی که اینا باید بکنن برای روتور، بازی‌های روتورشونه. بهترین بازیکن دو طرف، اگرچه تیم آمریکا به هر حال با نتیجه 27-25 برنده شد، من شماره 10 ایران آقای امیر غفور پشت خط رو می‌بینم، بهترین بازیکن دو طرف بود و خوب بازی کرد و تیم ایران از لحاظ مهارت‌های تکنیکی کاملا خوب بود. یه مقداری تیممون قسمت حملش سافیستیکیت یا بگیم گلزن خیلی خوبی نبود که کامل پاسای تک دفاع بده، شاید اینم عمدی بوده، من اطلاع ندارم. اینهایی هم که من میگم همش نظر من هست، ولیکن تیم آمریکا هر جا که گیر میافتاد با تندم یا دوبل وسط که هیچ کدومش هم تا آخر بازی حدود 11-12 تا پوان گرفتن، این تیم ایران نتونست جوابگوی این حمله اینها باشه و هر موقع که اینا گیر افتادن با اون دوبل بازی رو به نفع خودشون انجام ندن. هفتیم دوم یا گیم دوم البته گیم دوم 4 امتیاز ایران پیش بود، میتونست بازی رو تموم بکنه. بله. و انتظار هم میرفت که ایران با بازی خوبی که در گیم اول کرده بود ببره. دلیلش چی بود به نظرتون؟ یه چیزهای ریزکاری هایی هستش که یه مربی در باید، من مربی ایران رو بهش خیلی احترام دارم که بهترین بازیکنهای جهان بوده، طلای استرالیا رو گرفته، ولی که مثلا هر دو تیم در یه محلی بازی میکردن که هیچ وقت بازی نکرده بودن. تیم آمریکا ساعت 3-4 ساعت قبل از مسابقات اومد و صفر و دریافتش اونجا تمرین کرد. تیم ایران این کار رو نکرد. وقتی در یه محیط ناشناس میری حتما دوست داری که یکم آشنایی پیدا کنی و محیط خیلی اثر داره روی دریافتت. و
برای گیم دوم یه غرور کوچکی ایران آمریکایی‌ها رو گرفت. یعنی شما گیم اول با یک هیجان مخصوص میری، میخوای حتما ببری، نمیدونی نتیجه چیه، بعد میبری بازی رو، یه کمی افت پیدا میکنی، یه کمی فکر میکنی که بهتری و اون هیجان گیم اول نداری، زودی عقب افتاد. این عقب افتادن در این سطح باید به خوبی نگهداری بشه و اینا رو میگن مومنتوم یا به هر حال لحظات تعیین کننده، لحظات تعیین کننده که تیم ایران با صفرهای اوت زدن و یا تو تور زدن این مومنتوم میشه از دست داد و اونا تونستن بیان و برسن و جلو بیفتن در مراحل آخری و بازی رو 25-1 به نفع خودشون کنن. تیم ایران دوباره من بگم بازیکنای خیلی خوبی که درخشیدن، یکی شماره 5 بود، بله، فرد قائمی تونست صفرای خیلی چکشی و چرخی قشنگی داشت که اگرم ایس نمیشد اونا دریافتشون کامل بازیشون رو آوت اف سیستم میکردن، یعنی بیرون از سیستم اونا باید بازی میکردن، نقشه هاشون نمیتونستن انجام بدن و بازیکن خیلی خوبی بودش و رو دست بازیکنهای آمریکا میزد که این یه مسئله بود که تیم آمریکا باید دفاع روتورش رو قوی کنه اگه بخواد در سطح جهانی مقامی به دست بیاره و ایشون خیلی خوب کار کرد. شماره 10 هم خیلی خوب کار کرد. امیر غفور با 21 امتیاز پر امتیاز آورترین بازیکن کل دیدار بود، چون که در اون سوی میدان مورفی تروی که اتفاقا در همین سالن در همین دانشگاه درس خونده به همراه میکا کریستنسن و تونی سیارلی و ریلای مکیبن پاسر دوم، این چهار تا بازیکن در تیم دانشگاه در همین زمین 4 سال بازی کردن در همین ورزشگاه و بله به حال امیر غفور اشاره کردید 21 امتیاز آورد دیشب و پر امتیاز ترین بازیکن هر دو تیم بود. بله، شماره 9 آمریکا که قسمت به اصطلاح فیکسشون هم نیستش، خیلی خوب بازی کرد و هر وقتی اشکالی پیدا میشدش توپ به ایشون داده میشد و ایشون هم کاملا موفقانه توپو میخوابوند. از بازیکنان ایران اشاره کنید، اونهایی که البته خب همونطور که شما اشاره کردید اولش بهش، 3 تا بازیکن بیشتر نمیشد گفتش، یعنی اگر بگیم فرهاد قائمی، عادل غلامی، بله، فیکس بودند و شماره 9 ما که وسط میزد اون هم عادل غلامی. بله، عادل غلامی هم خیلی موفق بود به دلیل باز هم تیم آمریکا تک به تک میشد و هر وقت تیم آمریکا تک به تک شد با بازیکنان ایران، حمله ایران موفق بود و اینا در وسط همیشه تک به تک میشدن و غلامی خیلی موفقانه توپشو میخوابون و تعجب من بود از اینکه طرز دفاع کردن روی تور خیلی به اصطلاح مبتدی بود در تیم آمریکا، مال تیم آمریکا، برای اینکه شما هیچ وقت تک زن وسط نمیزنه و شما دست تو یکم بازتر میگیری وقتی تک هستی به اصطلاح دفاع وسط زاویه ها رو و ایشون زاویه های خوبی زده شد. به هر حال یه بازی بودش که از گیم سوم به بعد کار مربی فقط روحیه دادن به بچه ها بودش، برای اینکه دو گیم خوب بازی کردن و اگرچه دو گیمش هم مغلوب شدن ولی در یک ساعت بودن، ولیکن از گیم سوم و چهارم، حتی گیم سومی هم که ما بردیم، فاصله فاحش شد، یعنی تیم آمریکا یه دفعه 7 تا جلو افتاد که دیگه شما نمی بازی 7 تا جلو بیفتی، ولی دو تا تعویض کرد، دو تا از بازیکن‌های خیلی ضعیفش گذاشتش که یاد بگیرن و تیم ایران رسید به 20-21 و بعد وقتی بازیکن‌های خوبش رو برگردون دیگه رسید به 29 و اینا دیر شد و بازی آخری. نکته خیلی مهمی برای من این هستش که وقتی یک تیمی در حال جنگ هستش، کار مربی تقویت روحانی روانی ایشونه، تقویت تاکتیکی اینا هستش و اینی که به اینا پرخاش بشه یا مثلا اینا با سرشون پایین بیان رو تو زمین خیلی اهمیت داره و به اصطلاح پرزیدنت والیبال آمریکا به من گفتش که مربی ایران الان دوست داره خودش بره تو زمین بازی کنه، یکی از بهترین بازیکن‌های جهانه. یه مقداری
پرخاش، ولی کن این بازی شطرنجی بود، اینا همه دارن همدیگر میسنجن، چون در دو سه هفته آینده به ضد همدیگه قرار میگیرن و اون بازی خیلی سرمش ساز است. خب فرصت خیلی کم هست، شاید دو دقیقه دیگه تا پایان برنامه هست و دوست داریم از حضورتون استفاده کنیم برای خانواده والیبال ایران. علاقمندان دوست دارن بیشتر از من خیلی کوتاه تو این دو دقیقه برای پیشرفت والیبال ایران در ادامه راهش که واقعا شگفت انگیز بوده، شما چه نسخه‌ای رو یا چه پیشنهادی رو داری برایش؟ متداول شدن موفقیت در صحنه‌های جهانی بستگی داره به رشد صحیح جوانان و نوجوانان. شما، من آمریکا رو مثال میذارم، اصلا باشگاه ورزشی نداره، باشگاه والیبال نداره، تمام بازیکناش مال دانشگاهان. 370 تا درجه یک داره، در حدود 400 تا درجه دو داره، در حدود همینقدر درجه سه داره. یعنی دانشگاه‌ها، یعنی هزار و خورده دانشگاه تیم والیبال دارن و اینا مسابقه میدن و اینا مال بانوانشون در دسامبر فینالشه، مال آقایانشون در می. این فینال فستیوال والیبال، یعنی این که تمام دانشمنداشون رو جمع میکنن میارن اونجا، سه روز قبلش کلاس میذارن در تمام موارد مهمی که والیبال رو اثر میذاره، سخنرانی میکنن، صحبت میکنن. خود من اونجا چند بار صحبت کردم و تیم ملیشون میاد و اونجا کارهایی که انجام میده، یعنی کسی که برمیگرده به دبیرستان، مربیای دبیرستان 5000 نفر میان، مربی فقط، دبیرستان، دانشگاهی و تیمهای باشگاهی، هر کسی میادش اونجا به اندازه بقیه یاد میگیره و اینو میبره در سطح پایین و بچه هاشون رو با سبک درستی یک دست بالا میارن و یک کسی نمیاد در سطح ملی، تازه باید تو تاکتیک اینو، تکنیک اینو عوض کنی. این خیلی اهمیت داره که رواج به حال تیم ایران تو این دو سال گذشته خیلی خوب درخشش داشته و قطعاً مسئولین فدراسیون والیبال ایران زحمت زیادی کشیدن برای این. من امیدوار هستم تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم در خدمتتون باشیم در این چند روزی که اینجا تشریف دارید و پیش از سفرتون به ایران. تشکر میکنم، انشالله که شما موفق باشید و ایران الان باید به تیم والیبالش افتخار کنه. متشکرم، ممنونم آقای دکتر اهرابی فرد. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. من فقط اشاره بکنم دیدارهای تیم ملی والیبال ایران در آمریکا، سه دیدار باقی مانده رو میتونید از شبکه خبری فارسی تلویزیون صدای آمریکا مشاهده بکنید. بازی بعدی، بازی دوم ایران و آمریکا در آناهایم کانونشن سنتر روز پنجشنبه 23 مرداد ساعت 6:30 دقیقه بامداد به وقت ایران پخش خواهد شد و شما میتونید از شبکه خبری به انضمام وبسایت صدای آمریکا دیدن کنید. با سپاس از همراهیتون با خبرهای ورزشی، تندرست و سرفراز باشید. متشکرم.